متاسفانه بشریت گرفتار است. گرفتاری مخصوص دنیای اسلام نیست که از اسلام دور مونده. همه بشریت گرفتارند. اون کشورهایی هم که به ظاهر از پیشرفت تمدنی و فرق دنیایی برخوردارند به شدت گرفتارند. این گرفتاری ناشی از جهل است. ناشی از نبود عدالت است. امروز در منطقه ما روحیه بیداری اسلامی بر بسیاری از ملت‌ها و کشورها حاکم است. This is to Saudi Arabia. مستکبر دنیا در رأس اونها. No, against America. نسبت به این منطقه حساس است. He's making a deliberate call about Islam and Islamic awakening because he wants to sever the ties between Saudi Arabia and the United States. But it's more a speech addressed towards Saudi Arabia. اینها از بیداری ملت‌های مسلمان می‌ترسند. در هر جایی که اسلام توانسته است بر دل و جان مردم مسلط بشود استکبار سیلی خورده و ما معتقدیم، جدا معتقدیم که استکبار بار دیگر از بیداری اسلامی در این منطقه سیلی خواهد خورد. عرض ما به برادران مسلمان، مسلم برادرز، هیز تاکینگ تو سعودی عربیا، به ملت‌های مسلمان، به روشنفکران دنیای اسلام، به علمای محترم دینی در کشورهای اسلامی همین است. این حرکت اسلامی را هر چه می‌توانید تقویت کنید. راه نجات این منطقه تقویت بیداری اسلامی است، تقویت حرکت مقاومت اسلامی است. این وظیفه متوجه عموم آحاد ملت‌های مسلمان است، به خصوص علمای اسلام، به خصوص روشنفکران، نویسندگان، شعرا، دانشمندان، هنرمندان، نخبگان سیاسی. اینها موظفند، اینها مخاطبند به خطاب دعوت پیامبر اسلام به هدایت اسلامی. نصیحت ما به حکام کشورهای اسلامی هم این است که به ولایت اسلام برگردند، تحت ولایت الله قرار بگیرند. ولایت آمریکا و ولایت طاغوت به کار آنها نخواهد آمد. امروز متاسفانه بعضی از کشورهای مسلمان منطقه ما به جای ولایت الله زیر علم ولایت طاغوت سینه میزنند، به جای تبعیت از اسلام و از نور قرآن از امریکا تبعیت میکنند. سعودی عربیه، امریکا هم بنابر طبع استکباری خود اونها رو تحقیر میکنه. شنیدید، همه شنیدند که رئیس جمهور یاوه‌گوی آمریکا حکام سعودی رو تشبیه کرد به گاو شیرده. این تحقیر است، این اهانت است، اهانت به مردم اون منطقه است، مردم اون کشور است. اگر آل سعود از اهانت به خودشون بدشون نمیاد، خب به جهنم بدشون نیاد، اهانت بشن. اما این اهانت به مردم منطقه است، اهانت به ملت‌های مسلمان است. چرا باید حکام اسلامی در دو
حرکت جنایت آمیز که امروز متاسفانه منطقه ما رو جریحه دار کرده است با آمریکا همراه بشن، یکی حرکت جنایت آمیز علیه فلسطینی ها و در باره مسئله مهم فلسطین یکی هم حرکت جنایت آمیز در باره یمن، در هر دو هم این رو مطمئن باشند، در هر دو قضیه هم مطمئنن پیروزی با مردم فلسطین و مردم یمن است و آمریکا و طبعه آمریکا در این قضیه شکست خواهد خورد. به وضوح امروز آمریکا در این منطقه ضعیف‌تر از 10 سال پیش و 20 سال پیش است. به وضوح رژیم صهیونیستی خبیث امروز ضعیف‌تر از گذشته است. چند سال قبل از این رژیم صهیونیستی در مقابل حزب الله لبنان شکست خورد، 33 روز توانست مقاومت بکنه و بعد شکست خورد. 2 سال بعد از او در مقابل فلسطینی ها 22 روز توانست مقاومت کنه و شکست خورد. هی سپورت حزب الله. Yes. چند سال بعد در مقابل مردم مظلوم غزه 8 روز توانست مقاومت بکنه و شکست خورد. در همین هفته اخیر 2 روز توانست مقاومت بکنه و شکست خورد. این ضعف رژیم صهیونیستی است، ضعف روزافزون رژیم صهیونیستی است. ملت‌هایی که فکری دارند، هویتی دارند، انگیزه ای دارند، متکی به خدا هستند، متوکل علی الله هستند، میستند و خدای متعال به اونها کمک خواهد کرد. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الادبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. این سنت الهی است. اگر بیستن مسلمان ها بر همه ساز و برگ قدرت های طاغوتی و مستکبر پیروز خواهند شد. در یمن امروز مردم یمن سخت ترین شکنجه ها رو دارن از ناحیه دولت سعودی و همراهانش و آمریکا پشتیبانش تحمل میکنند، لکن بدانید قطعا ملت یمن و انصار الله پیروز خواهند شد. خود اونها شکست. برادران عزیز، خواهران عزیز، ملت ایران 40 سال است که مقاومت میکنند. ما در روز اول مثل یک نهال باریکی بودیم، آسیب پذیر بودیم. به برکت and audience is kill America, kill India. Yeah. No, so, but that's nothing. That's basically like, let's have a drink. Everybody talks but like must that. Be careful. And it's rhetoric. No, must be careful. Beside him is also they have president is Rouhani here. Rouhani, so. And Rouhani's opinion, his opinion, completely different. Yes, right? And also he's the friendly face to outside. That's right, but his Khamenei is more powerful than Rouhani, so that's the reason Trump understand Rouhani's, you know, Khamenei's power. That's the reason against Iran, but Iran is basically following Khamenei, not Rouhani. Rouhani is keep, you know, nuclear agreement with Europe people,
but actually Rouhani, Khamenei against it. Hmm. Right? So this is actually what's happening. Hmm. So Iran's power, we don't misunderstand Iranian power in Middle East. Hmm. Iran is supporting Syria. So Iran is of course, it's one of the two superpowers in the middle, of three superpowers. You have Israel, Saudi Arabia, and Iran. Those are the superpowers. And then basically you have the U.S. Hmm. That's number four. But U.S. is retreating, right? So that's